در سندی از سازمان ملل آمده که امارات دوازده فعال حقوقی را بعد از پایان دوره حبسشان همچنان در زندان نگه داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در سندی از سازمان ملل که به گفته های نزدیکان زندانیان و فعال حقوقی استناد دارد آمده بیش از پنجاه نفر که احکامی علیه آنها به اتهام توطعه برای سرنگونی دولت امارات صادر شده بود بعد از چندی ماه یا سال از پایان دوره حبسشان همچنان در زندان هستند مخالفان بخشی از گروه امارات 94 هستند که شامل وکلا، مدافعان حقوق بشر و شخصیت های آکادمیک است که در سال 2013 محاکمه شدند و دورهای حبس برخی از آنها در سال 2019 به پایان رسید. در این سند آمده دوازده مخالف دوره حبسشان از جویه 2019 به پایان رسیده و همچنان به دلیل اینکه مدافع حقوق بشر هستند و به خاطر نظرات سیاسیشان یا نظرات دیگر در بازداشت به سر میبرند در این سند آمده باید این دوازده نفر فورا آزاد شوند و به آنها بر اساس قوانین بین الملل غرامت داده شود بر اساس این سند امارات پاسخی به این مسئله نداده اما مقام های اماراتی پیشتر گفته بودند که صحبت درباره آزاد نشدن زندانیان بعد از پایان دوره حبسشان ادعا است بر اساس لیست تهیه شده از سوی مرکز حمایت از زندانیان امارات پنجا و یک زندانی همچنان بعد از پایان دوره حبسشان در بازداشت به سر میبرند قرار است امارات نوامبر میزبان نشست مبارزه با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل باشد